به خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه توجه فرمایید. به گزارش تلویزیون الجزیره، دور اول مذاکرات دو هیئت اپوزیسیون و رژیم سوریه امروز جمعه در ژنو پایان یافت. آنها قرار است هفته آینده مجدداً این گفتگوها را از سر بگیرند. اخضر ابراهیمی، نماینده ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت هیچ تغییر جدی در مواضع دو طرف وجود ندارد. هیئت اپوزیسیون سوریه خواستار محاکمه بشار اسد در دادگاه جنایی بین المللی گردید. این هیئت میگوید اسناد و مدارک جدیدی در دست دارد که نشان دهنده سیاست برنامه‌ریزی شده رژیم سوریه برای هدف قرار دادن غیر نظامیان است. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رژیم سوریه را متهم کرد که به سختی انبار سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل می‌دهد. وی از دمشق خواست بیدرنگ تمام سلاح‌های پنهان شده را همانطوری که وعده داده بود تحویل دهد. همزمان با آمریکا، فرانسه و سازمان ملل متحد نیز از کندی عملیات نابودسازی تسلیحات شیمیایی توسط رژیم سوریه ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه فرانسه خواستار هوشیاری کامل درباره روند اجرای کامل انهدام سلاح‌های شیمیایی رژیم سوریه شد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، به خودداری رژیم بشار اسد از تکمیل عملیات انتقال سلاح‌های شیمیایی اعتراض کرد و گفت به موعد مقرر، یعنی 31 دسامبر، پایان مهلت خروج مواد شیمیایی پرخطر از سوریه عمل نشده است. ارزیابی کمیته مشترک ناظر بر روند نابودی سلاح شیمیایی در سوریه این بود که دمشق امکانات لازم را برای تخلیه سریع این مواد از این کشور در اختیار دارد. مرکز اطلاع رسانی هما گزارش داد در دو درگیری جداگانه بین ارتش آزادی و نیروهای رژیم سوریه بیش از 20 نفر از عناصر رژیم اسد در حومه هما کشته شدند. به آخرین خبر توجه فرمایید. یک روز بعد از تصویب قانون عفو عمومی در پارلمان اوکراین مبنی بر آزادی معترضانی که به دلیل مخالفت با دولت بازداشت شده اند، مخالفان حکومت اوکراین به تظاهرات خود در میدان اصلی کیف ادامه دادند و تصویب چنین قوانینی را کافی ندانستند. مخالفان دولت با وجود استعفای نخست وزیر به سنگربندی در مقابل وزارتخانه ها و اشغال دفاتر دولتی ادامه می دهند. همزمان ویکتور یاناکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد. یکی از تظاهر کنندگان در این باره گفت او اراده لازم را برای رو در رو صحبت کردن با مردم ندارد تا بگوید من مرتکب اشتباه شدم. او کاری می کند که افراد ضعیف می کند و آن اینکه خود را به مریضی زدن است.